نجیب، نگهبانا رو ببر بیرون. چشم آقا. دست من نمیتونی فرار کنی. تو این چوزه میکنی گرگ سوزکش؟ نخورد. سلام. خیلی خنده دار بود. ایگیت بیا بغل بابایی. عمه جون. ایگیت پسرم. ایگیت بازی رو ول کن و برو به صورتت یه چیزی بزن و این کبودی رو بپوشون. چرا ایشان؟ دیدن این کبودی ها ناراحتت میکنه؟ اگه خیلی ناراحت میشی به ودات بگو کتکم نزنه. اما تو بازم داری وداتو عصبانی میکنی ها. تو ساکت بمون ایشان، بذار صاحبت حرف بزنه. تو هم یه زن رو روسیا کردی. نفس ببین عزیزم، یالا برو زودتر حاضر شو، این کبودیارم یه جوری بپوشون. مهمونامون الان که برسن اینجا. چرا مهمون دعوت کردی؟ ایگیت دیشب خیلی ناراحت شد. این خانواده یه دختر کوچیک داره که میتونه باهاش بازی کنه. برای پسرمون یه دوست آوردم، حداقل یکم بخند. دوست مثل اسباب بازی نیست که همین جوری برش داری بیاریش خونه. ما رو زندانی کردی بعد میری برای ایگیت دوست میاری تا باهاش بازی کنه؟ مگه میشه؟ به نظرت چرا شما رو تو خونه زندانی میکنم؟ فکر نمیکنی به خاطر فرار کردنت باشه؟ به نظرت تو چرا فرار میکنم؟ شاید به خاطر اینه که ما رو به زور تو این خونه نگه داشتی. نفس ببین، ودود داره سعی میکنه یه چیزی رو درست کنه، تو هم گیر نده دیگه. بسه عزیزم، برای یه شبم که شده مثل یه خانواده عادی رفتار کن. کسی که باهاش کار میکنم با خانواده‌اش از سرمنه اومده، خانمش هم هست، باهاش حرف بزن، شاید یکم دلت باز بشه. ها یالا عزیزم برو حاضر شو. من که بهت گفتم وداد، این اصلا فکر خوبی نبود. اونم حق داره، کل روز تو خونه زندونیه و کسی رو نمیبینه، به خاطر همین از دستم عصبانیه. اون که ناراحت باشه منم عصبانی میشم. نفس عزیزم، مهمونا اومدن. نفس نفس، گفتم که درا رو قفل نکن. باز کن این درو، باز کن. چقدر خوشگل شد. مامان جون بیا بریم عزیزم.